در اینجا از آقای مهدی سامه مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت ایران دعوت میکنم که برای ایراد سخنرانی تشریف بیارن. جنوید مسیو مهدی سامه پرزیدان دو لا کمیسیون دو لندوستری دو کنسیل نسیونال دو لا رزیستانس ایرانین اپران لا پارول. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، خانم ها و آقایان، اجازه دهید قبل از هر حرفی گرامی دارم یاد و خاطره چندین ده شهید خیزش ها و قیام هایی که دهمین روز آن را می گذرانیم و تسلیت گویم به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به مردم ایران و درود بفرستم به زنان و مردانی که به زنان و مردان زحمتکش و رنج دیده‌ای که از روز هفته دی امسال تاریخ جنبش رهایی بخش مردم ایران را وارد مرحله نوینی کردند. خیزشی که از روز هفته دی امسال در مشهد شروع شد ادامه قیامی بود که در روز 6 دی 1388 روز عاشورا ناتمام ماند، اما بسیاری از شعارها و سنت‌های خیزش سال 88 در بطن قیام‌های روزهای گذشته وجود دارد و برخی از شعارها ارتقا یافته، اما مضمون اصلی هر دوی آنها واحد است. سال 1388 جنبش مردم با رأی من کو در روز 25 خرداد شروع شد و پس از گذشت چند روز در 30 خرداد همان سال اصل نظام را نشانه گرفت و در قیام فعلی با شعار مرگ بر گرانی شروع و باز هم به سرعت اصل نظام را نشانه گرفت. این مضمون مشترک که در شعارهای گوناگون خود را نشان می‌دهد بیان این حقیقت است که مردم ایران استبداد مذهبی، جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را نمی‌خواهند و برای نفی این نظام آماده پرداختن هزینه هستند. خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر آن از سپاه منفور پاسداران تا مزدوران امنیتیش با جعل و تزویر حقایق جنبش مردم را وارونه جلوه می‌دهند و مثل همه حاکمان تبهکار تاریخ را نه آنچنان که واقعا هست بلکه به سود خود و به زیان توده ها می‌نویسند. در مقابل مردم ستم دیده تاریخ واقعی را در پیکارهای بی امان خود به ثبت می‌رسانند و اکنون فرودستان، تهیدستان و غارت شدگان تاریخ واقعی ایران را در کف خیابانها با گامهای استوار خود و با مشتهای گره کرده و با فریادهای پرتنین می نویسند. دوستان عزیز، وقت شما را در مورد کم و کیف آنچه در 10 روز گذشته در نزدیک به 100 شهر بزرگ و کوچه گذشت نمی گیرم. دیگران به تفصیل در این مورد صحبت کرده و می کنن و من فقط به ذکر یک نکته می پردازم. جنبش های اعتراضی و خیزش های 10 روز گذشته باید ادامه یافته و پیروز شود. به کمتر از پیروزی نباید قناعت کرد. کمک و حمایت ما در خارج از کشور می تواند به این امر یاری رساند. گمان می کنم که کمک اساسی ما در خارج ایران باید جلب حمایت افکار عمومی، جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، سندیکاها، اتحادیه کارگری، دولت‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند باشند. ما می‌توانیم از گام‌های اولیه خواسته‌های خود را شروع کنیم و به سقف خواسته‌هایمون برسیم. مسئله اصلی در این لحظه، تأکید می‌کنم در این لحظه، این است که اقدامات جهانی
و فشارهای بین المللی به رژیم در جهت آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن بساط سرکوب و خشونت دولتی در خیابانها و زندانها و ایجاد شبکه اینترنت آزاد باشد. اگر فشارها و اقدامات جهانی در این سه مورد چه گفتم به طور جدی و مؤثر صورت گیرد، همان گونه که در مذاکرات منتهی به برجام صورت گرفت، بدون تردید خامنه ای تن به عقب نشینی خواهد داد. می توان تصور کرد که هر گام عقب نشینی رژیم قیام مردم برای سرنگونی رژیم را قدرتمندتر و پرتوانتر خواهد کرد و جامعه جهانی نیز آمادگی بیشتری برای پذیرش دیگر خواسته ها تا سقف آن که همانا به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم است خواهد داشت. شما سلطان ولایت آتش نواز.